بنام خالق یکتا و مهربان، بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام گرم و پر از مهر و محبت ما تقدیم یکایک شما سروران گرامی باد. برای هر کدام شما درباره خالق یکتا و مهربان آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت در زندگی میکنیم و از خدای بی نیاز میخواییم که از تمام امراض بدور باشین، خاصتا ویروس کرونا. و در بی شب مبارک از شما تقاضا میکنم برای صحتیابی و بهبودی تمام هموطنان ما که مریض هستند، خاصتا با کرونا دست و پنجه نرم میکنن، به درباره خالق یکتا بلند کنین و برای صحتیابیشان دعا کنین که خدای بزرگ عزیز و وطنداران ما را از شر این مصیبت نجات بده، بخصوص برای دکتر صاحب فرید یونس که شخصیت قابل احترام است برای همگان، و آقای مسکینیار مسئول تلویزیون ایران افغانستان که بهشان صحتمندی کامل آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که به خیر و هر چیز زودتر صحتیاب شوند و به زندگی عادی دوباره شروع کنند. چون آرزوی برای وطنداران خود در داخل کشور نیز میکنیم که وطنداران دردمند و بیگناه و مظلوم ما و به گروگان گرفته ما از شر تمام مصاحب و بدبختی و جنجال ها در امان عزت یکتا باشند و بخصوص دور از کرونا باشند و خاصتا دور از تمام میکروب هایی که در تقریبا 42 سال از اینا انتقام میگیره از باشن. با آرزوی چنین روزی که وطنداران ما را خوش و خندان و سعد من ببینیم و شاهد برقراری صلح واقعی در کشور جنگزده خود باشیم. به همین آرزومندی بیندای گرامی خوشحال هستیم که بازم ساعت 7 شام است، روز جمعه 29 جنوری، آخرین برنامه ماه جنوری، البته در سخن روز چون فردا هم برنامه داریم دیگه، پس فردا. و امیدوار هستیم یک ساعتی را که یا کم و بیش که مهمان شما سروران گرامی هستیم به شما خسته کن واقع نشه. نیم ساعت اول برنامه را من تنها هستم، در نیم ساعت دوم برنامه دوست دانشمند ما آقای داوود قیومی، تحلیلگر مسائل سیاسی بخصوص در بخش صلح، با ما یک جا میشن و امروز گزارشاتش مشینه که گزارشات جالب شده میره و گزارشاتش ما در بخش اولی میرین و تحلیل و تفسیرش در بخش دوم. و اگر شما هم دوست دارین که در برنامه ها سهم بگیرین، میتونین که تماس بگیرین یا تلفنی یا پیام بذارین، برای شما ما لینک تصویری رو میفرستیم و شما هم با ما یک جا میشین. خب بیندای گرامی، از برنامه دیشب تعداد زیاد از هموطنان ما تماس گرفتن، تشکری کردن در رابطه با اینکه با کودک چگونه برخورد کنیم با نوزاد، و تشکر میکنم از دکتر فاضل دانشمند ما آقای نعمت‌الله مجیدی و استاد بزرگوار استاد بدش از ونکوور که سهم گرفتن و این برنامه را رنگی ساختن. و ما دوست داریم که این برنامه را هفته آینده در جمع بیشتر به تحلیل بگیریم، یکی واقعا یکی از وسایل بسیار خوب و مهم و اساسی در زندگی ماست که به اصطلاح از تعداد چگونه ما آغاز کنیم زندگی یک طفل. تا این برنامه باز ادامه دار می باشه بینای گرامی، مسائل فامیلی، در مسائل از این چون در زمین بس دیشب هم شما شنیدین بحث هایی که چرا اطفال ما اخدامن بار میهن، چرا اولاده ما حسود بار میهن، چرا اولاده ما کمیر و بیمحبت بار میهن، چرا کمتر اینا با خانواده می نشینن بیشتر با بیگانه هستن. بسیار مسائل است که در این برنامه می تانه کسید بالاش صحبت چه و نیاز هم هست. پس به این صبح روز پنجشنبه ساعت 8 شب خوب است که شما بخاطر داشته باشین که این رابطه صحبت هایی می داشته باشیم. و خب منطق دیشب گفتم اگر علاقه من در ازی هستین که کمتر بحث سیاسی بشنوین
و بیشتر بحث هایی که آموزنده باشه و خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه. این یک مسئولیت بعد متوجه شما هم میسن، مسئولیتی است که شما هم سهم بگیرید، نه که تنها بیننده باشین و شنونده باشین. شما هم مسائل ماشاءالله دانشمندان زیاد داریم، استادان زیاد داریم، دکتران روانشناس زیاد داریم، اینا باید امی تجربیات خود، امی اندوخته های علمی خود بیان با وطنداران خود شریک بسازن. ما نمیگیم که بیان حتما به تلویزیون امید بیچار بیان. ما در تورنتو چندین دکتر روانشناس داریم، امینا افغان هستن، علمی جامعه هم بالای از اونا حق داره که بیاین داشته های علمی خود با مردم خود تصمیم کنن. و واقعا از انصاف بدور است که وقتی با بعض از صحبت شاید که بین وانو میگه ما وقت نداریم. و برادر تو از اینمی محیط هستی، هر طرفی که بریم بیناگرامی من واضح تون میگم، بعد موقعی که خدا کنر که خفه میشه خفه شوه، هر طرفی که بریم پس عاقبت ما پایان کار ما با اینمی مردم است که امروز کمی اگه آسوده تر هستیم و پولدارتر شدیم و زندگی ما مرفه تر است از این جامعه خود بریدیم، ولی در پایان کار یادتان باشه هم زنده ما با اینمی جامعه ماست و هم مرده ما. پس ما امیدوار هستم مثلا نسل جوان ما، بسیار جوانان نازنین داریم، مثلا می آقای جاله دکتر که هستن، این یک احساس مسئولیت کردن در برابر وطن و مردم خود، میاین اون چیزایی را که امروز ضرورت هست، امروز میبینن که مردم نیاز دارن، امونا را با مردم شریک میسازن. آره، یا هم نمیتونه بگه که ما وقت ندارم، در کانادا زندگی میکنم. بین زندگی پروژه ای رو پس کنیم، زندگی تجملی رو یک کم دور بسازیم خدا، زندگی رو یک کم ساده تر بگیریم. وقتی که ما میگیم که ما از آخر در کانادا مثلا سیومی یا چهارم هستیم، دلیلش اینه میست که تا وقتی که ما محتاج هستیم مثل سیاست مدارا واره، مثل کسایی که در افغانستان هست، تا وقتی که محتاج هستیم با اینمی مردم هستیم، از اینمی مردم استفاده میکنیم. اما وقتی که به یک جایی رسیدیم باز از این مردم میبریم. اون والا افغان درد سر است، افغان برای ما خسته کن است، چیزی برای گفتن نداره. نه برای چیزی برای گفتن داره، این شما هستین که خود از امید میبرین. من صمیمانه تقاضا میکنم از تمام هموطنان ما چی در بخش طب چی در بخش حقوق یا هر چیزی تأثیر کردن، از خانوادهشون برش تقاضا میکنم که صدای من بشن که این فرزندانتان رو تشویق کنین که اینا حداقل بین که جامعه خود خوب بسازن. اگر ما در 40 سال گذشته نتونستیم بسازیم، مشکلات را داشت، دامنگیر ما بود، مشکلات سیاسی بود، مشکلات اقتصادی بود، تازه وارد بودیم، جنجالایی را در 10 سال اول تر کردیم. اما جوانان ما از اقل خوب پیش شوند، پیش قدم شوند. امروز هم مثل خوشبختانه مثل 2 سال پیش 3 سال پیش نیست که برای نشر یک برنامه یا آماده ساختن برنامه 300-400 دلار کم بیش باید بر تلویزیون میپرداختیم. این رکورد خود ما شکستاندیم براتون. یخو ساختیم که برادر یک سنت نتین، ولی بین سرمایه معنوی هستین، داشته های علمی تانه، داشته های فرهنگی تانه، داشته های تجارتی تانه، با هموطنانتان شریک بسازین تا بتانه اونا هم از این تجربیات استفاده کنن. جوانان ما امروز در بسیاری جای میبینیم که انتقاد است از جوانان ما، که جوانان ما مثلا یک تعدادشان خدای نخواسته گمراه است. خب یک واقعیت است، اما باورم این نسل جوان چی دادن و این نسل جوان تحصیل کردن برای نسل جوان چی دادن؟ آیا خود الگو ساختن برای از این مردم که برای جوانان که بگن که خب برادر این من هم میتونستم که تحصیل نکنم، درس نخونم، برم به کارهای غیر قانونی یا کارهایی که مهم نیست دیگه ما بگذرانم، بدرک باشم و بعد شب نشینی ها داشته باشم، اما من تحصیل کردیم، زندگی آبرومند دارم، زندگی بایزد دارم، پول هزرمای همه چیز دارم. اینی است که یک جامعه ساخته میشه، اینی است که ما میتونیم به زودی شاید یک سلسله تغییرات باشیم. ولی چی نیاز است که ما تقاضا کنم از جوانان که پیش شوند؟ این رسالت و مسئولیت جوانان ماست که اینا پیش شوند، رسالت تا بگیرن، مسئولیت تا بگیرن، دیگه بذارن که ما ها استراد کنیم. تا وقتی که جوان ما پیش نشن، تا وقتی که دکترای ما، انجینیرای ما اینا پیش نشن، چگونه ما نمیشه که میدان ترک کنیم و بگذاریم.
امیدوار هستم تا صمیمانه تقاضا دارم از یک یک شما عزیزان که جوانان نام خدا هر خانه جوانان تحصیل کرده دارن توانانتان تحصیل کنید، تشویقشان کنین که با محیط خود باشن، با مردم خود باشن و بیشتر کار کنن. برحال بندگرامی امروز از ولایت بهسود شروع میکنیم. ولایت بهسود امروز شاهد یک ولایت بهسود شاهد زد و خورد بسیار شدید بودن، تعداد کشته شدن، تعداد هم زخم برداشتن، تعداد هم اسیر شدن توسط نیروهای امنیتی، ولی تا آن روز مطلقا دلیلش افشا نشده که روی چی اصل امروز این برخورد صورت گرفته. خب بعضی ها گفتن که البته دولت قماندانای تازه را میخواسته که بر منطقه معرفی کنه بر ولسوالی های بهسود و کسای مخالفت کردن و قبلا جا به جا شدن، اما معلوم نیست. آنچه که معلوم است که زد و خورد بسیار شدید صورت گرفته و تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و زخمی و زندان شده. گزارش از دستوری 24 خدمت شما تقدیم میکنیم، دوباره برمیگردیم. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تظاهرات امروز جمعه در منطقه بهسود میدان وردک به خشونت کشیده شد، در نتیجه شماری از هموطنان کشته و زخمی شده اند. دانش در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به زودی هیئت باصلاحیت برای بررسی دقیق و همه جانبه این رویداد به منطقه اعزام خواهد شد و از مردم این محل تقاضا کرده تا با خویشتنداری از بروز خشونت و تنش بیشتر جلوگیری کنند. در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله با انتشار خبرنامه ای گفته است که از چند روز بدین سو نیروهای امنیتی برای معرفی فرماندهان پلیس در عرصه اول و دوم بهسود و تقویت پاسگاه های پلیس به منطقه رفتند. با گفته ای و اما افراد مسئله وابسته به فرمانده علی پور مانی حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پلیس در این منطقه شدند و امروز شماری از این افراد برای پلیس و مردم شلیک کردند. با گفته سخنگوی وزارت داخله در نتیجه درگیری میان این افراد و نیروهای امنیتی 9 تن از افراد مسئله علی پور کشتن و 7 تن آنها زخمی شدند و بر علاوه شماری از نیروهای امنیتی و 5 تن از مردم محل نیز زخمی شدند. با گفته آریان این افراد ساختمان ولسوالی بهسود را به نام تظاهرات معاصره کرده بودند و از شماری از مردم محل نیز در این تظاهرات سوء استفاده شده بود. پلیس در پیوند به این حمله مسلحانه 68 تن از افراد مسلح را بازداشت کرده است. اما مهدی راسخ نماینده ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که حکومت مردم غیر نظامی را در بهسود برگبار بسته. او نوشته نیروهای امنیتی تحت فرمان فرمانده پلیس میدان وردک بر اعتراض کنندگان مردمی موسفیدان فرهنگیان شلیک کردند و شمار زخمی در خیابان مانده و موسفیدان در کنار مسجد و داخل یک هتل گروگان گرفته شدند. به گفته راسخ فرمانده پلیس میدان وردک از مدت به این سو همراه قطعات ویژه نیروهای امنیتی مستقر در بامیان به ولسوالی های بهسود آمده است و مردم نسبت به حضور آنها معترض هستند. او گفت که تیراندازی روز جمعه غیر نظامیان را هدف قرار داده است. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیست که خود از منطقه بهسود است، در توییتر خود نوشته که نیروهای دولتی علیه تجمع مدنی و مسالمت آمیز مردم بهسود از خشونت استفاده کرده آنها را هدف حمله قرار داده است. خلیلی نوشته است فرمانده پلیس ولایت میدان وردک با شمار زیادی از نیروهای مسلح از روزها پیش بدین سو به این ساحه رفته و هدفشان را به مردم معرفی فرماندهان امنی ولسوالی های بهسود گفتند. با وجود اینکه این کار صورت گرفتند، اما حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در آن ساحه همچنان ادامه دارد. اما علی پور کیست؟ عبدالغنی علی پور یک فرمانده محلی در این منطقه مربوط قوم هزاره در بهسود است که سوی نهادهای امنیتی متهم به فعالیت‌های مسلحانه و اخلال امنیت در منطقه بهسود است. اما او
و عامیانش گفتند که تلاش های متمرکز به مقاومت علیه داعش و طالبان و به گروگان گرفتن شهروندان هزاره این منطقه است. علی پور در سال 2018 در کابل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که موجب تظاهرات صدها نفر در شهر کابل شد و در قبال تعهداتی که به حکومت افغانستان داد آزاد شد. اما در ماهای اخیر با گسترش نبردهای طالبان در این منطقه گزارش های وجود دارد که فعالیت های فرمانده علی پور و افراد مسلح وابسته به او نیز افزایش یافته است. گزارش های تایید ناشده وجود دارد که نیروهای امنیتی برای بازداشت دوباره او به منطقه بهسود رفتند و درگیری امروز هم در نتیجه مخالفت مردم محل و طرفداران آقای علی پور به وجود آمده است. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان خواستار فرستادن هیئت به بیسود شده است. او گفته است که در آستانه مذاکرات بین الافغانی وقوع این حادثه به نفع دولت و ملت نیست. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. مقام های محلی ولایت غور امروز گفتند که طالب ها از یک هفته به این سو مانع تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولسوالی های تولک و شهرک این ولایت شدند. با گفته مقام های محلی غور، طالبان در این ولایت این برنامه را طبق دستور شورای کویته پاکستان توقف داده و همچنان به کارمندان این برنامه هشدار دادند که در صورت توزیع آنان را از بین خواهند برد. محمد سخی صبوریار ولسوال شهرک غور میگوید که این کمک ها میتواند بخشی از مشکلات مردم این ولایت نیازمند را رفع کند. او میگوید دلیل مانعشان هدایت رهبری طالبان است و گفتند که به ما از مقامات رهبری گفته شده که شما اجازه توزیع برنامه دسترخوان ملی را ندارید چون مردم فقیر و گرسنه است و زمستان است. راه هم بسته و این کمک ها برایشان مفید است. اما طالب مگر انسان است که درک کند که مردم ما نیازمند هستند، مردم ما نیاز به غذا دارند، نیاز به کمک دارند در این فصل زمستان؟ ولی اونها فقط تلاششان همیست که هموطنان ما را مثلا مسلمانان کشور ما را اینا همیش عذاب کنند. استعفای اشرف غنی پروسی صلح را در کشور سریع‌تر می‌سازد. غنی باید از قدرت کنار برود تا جایش را یک حکومت موقت اسلامی بگیرد. بیدای گرامی خوب دقت کنین، امروز کیها در کشور ما از برقراری حکومت سچی اسلامی حرف میزنن؟ همین حداقل همین شب به دقت پیش خود تحقیق کنین، چند لحظه در رابطه با او فکر کنین. کیها امروز از حکومت اسلامی تطبیق شریعت در وطن ما زنگ میزنن؟ در ارگ مثلا اشرف غنی و حنیف اتمر که نه خدا میشناسن نه به اسلام باورمندی دارن و ارگ ریاست جمهوری را زیر نام جمهوری اسلامی به یک مرکز ترویج انواع فساد امانه دوران سیاه کمونستان مبادل ساختن.
و دو پاره در یک موزه کردن، میگن خط سرخ ما حفظ جمهوری اسلامی است، چون در جمهوری اسلامی اینا میتونن با عقاید مردم ما بازی کنن و از این طریق مردم ما رو هم آماج عملات خود قرار بدن. و در گوشه دیگه میبینیم خلقی شناخته شده کمونیست آتشی شیرعباس استانیزی از برقراری حکومت اسلامی یاد میکنن. همونطور که بارها بنده گرامی خدمت شما به عرض رساندیم، تا وقتی که ما دوست را از دشمن فرق نکنیم راه پایانی برای این مصیبت نیست. امروز ما زوایای بیشتر میبینیم تا پشت سر قزایر یا پشت سفره. آنان که مسلمانان واقعی هستند، مبارزه کردند، جهاد کردند، از بس که در این چندین سال، در 30 سال توسط کمونستان و خودستان بر علیه زینا تبلیغ شد و اسلام اینا ضربه زدن، جهاد اتی کردن، فعالیت های خشن و غیر انسانی و غیر اسلامی انجام دادن، به نام مسلمان و به نام مجاهدین انجام دادن، امروز اونمون مسلمان ها حتی جرات نمی کنن که خود مسلمان بگوین و یا بگوین که ما جهاد کردیم و ثمره جهاد ما اینه میاد. ولی امروز کی ها حرف از جهاد میزنن؟ کسانی حرف از جهاد میزنن که دیروز مردم به جرم کلمه گفتن به قتل میرساندن، دیروز مردم به جرم مسجد رفتن به قتل میرساندن، دیروز مردم ما را به جرم غرب زدگی به قتل میرساندن. ولی امروز در غرب هم هستن، در شرق هم هستن، لنگی هم دارن، ریش هم دارن، دستارم دارن، مثل اشرف غنی دیدین برابر قد خود تسبیح داره هر کدام از اینا، و برای فریب اذان عامه از حکومت سوچی اسلامی یاد میکنن و به جای پارلمان و قانون اساسی از شورای عالی اسلامی میگن. شاید امروز همی که منستان خادیسای رانده شده و شرف بافته شد بگن که ما چی احمق بودیم که آمدیم کودتا کردیم و به نام کودتای سور و چی جنایات را کردیم انجام دادیم. اگر ما هوشیار ببینیم از ما اول ریش میگذاشتیم و مسلمان ها را میبینیم چقدر اینا خوش باور هستند که امی هر کس که دیدن با میگ ریش و لنگی و در صف اول مسجد و تسبیح فکر میکنن که از این که مسلمان تر نیزیه. چون که من یک دفعه برتان یک مثالم دادم که ما در این مسجد خود ما یکی از می کامورستا اینمی کارش بود که وقت رمضان میشد و چی میشد ریش بلند میمیزد میامد تا در شبای قیام اونجا قیام هم میکرد و چی میکرد، وقتی که من میدید خنده میکرد میبی بی که آره تو مسلمان است یا من مردم تره قبول داری یا من. پس بیاییم که بعد از این بمی زوایر فریب نخوریم. افرادی که عرف زیادتر همی کسایی که عرف از حکومت اسلامی میزن از اسلامی امینا رو یک رفت تحقیق کنیم که گذشته از یا کیست. عدید ما امروز بهترین ساختار است که ما تاکید کنیم سر یک رژیم انسانی که به انسان وطن ما که چی شیعه است، چی سنی است، چی هزاره است، چی تاجک است، چی پشتون است، چی ازبک است، چی مسلمان است، چی هندو باور است، هر چی است این تفاوت نباشه. تجربه کردیم همه ساختارها را، همه سیستم ها را، اما حالا ما نیاز به یک حکومت سوچی انسانی داریم تا انسان وطن ما برش ارزش قائل داد شود، تا انسان وطن ما من حیث باشندی اونم سرزمین برش احترام شود. ولی بذارین دیگه این فریب عرفای عزیز خائنین و عزیز وطن فروش ها رو بینده گرامی نخورین و به عرفایشان اصلا توجه نکنین. وقتی که ما میبینیم که اینمی مردم است که دیروز به نام کمونیسم و شما رزد امروز به نام اسلام زده میره، پس بین صفای خود حداقل جدا کنیم، بین معرفی کنیم اینا را برای مردم که اینی مردم هستن که دیروز چی قیافه داشتن و امروز کی هستن و چگونه اینا به جان مردم ما افتادن، چگونه اینا از مردم ما انتقام میگیرن. خب گزارش از استدیوی 24 در این رابطه خدمت شما تقدیم میکنیم، دوباره برمیگردیم. هیئت طالبان که بر ریاست حواس استانگزی خلقی شناخته شده به روسیه سفر کرده میگوید که حکومت کنونی افغانستان یگانه مانع در برابر صلح است و اگر مذاکرات بین الافغانی به نتیجه برسد حکومت جدید اسلامی شکل میگیرد و در ضمن حکومت اشرف غنی از بین میرود. عباس استانگزی عضو هیئت اعزامی طالبان به مسکو امروز جمعه در یک نشست خبری گفت که امروز اگر اشرف غنی از جنگ دست بردارد و بگوید که استعفا میکند و برای صلح قربانی میدهد ما حاضر هستیم به مذاکره برای حکومت جدید. به همین دلیل هم
مذاکره میکنیم. استانیزای بیان داشت که طبق توافقنامه ای دو یک حکومت جدید اسلامی تشکیل خواهد شد و تصمیم گیری درباره آن مربوط به افغان ها است. استانیزای افزود که با تشکیل حکومت جدید اسلامی افغانستان حکومت به رهبری اشرف غنی پایان می یابد. به گفته او حکومت کنونی به این دلیل در روند صلح سنگ اندازی می کند که زمان اقتدارش را طولانی تر بسازد. هشت صبح نوشته است که عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که تشکیل حکومت جدید اسلامی جزء آجندای مذاکرات صلح است و در توافقنامه دوحه از آن یاد شده است و درباره آن در حال حاضر در میز مذاکره بحث می شود. استانیزه گفته است که در توافقنامه آمریکا طور ذکر شده است که حکومت جدید اسلامی افغانستان، حکومت جدید اسلامی افغانستان معنایش این است که حکومت غنی باید ختم می شود و یک حکومت قابل قبول برای هم افغان ها باشد و وجود بیاید. این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در پاسخ به این پرسش که آیا در دوحه روی پایان حکومت غنی صحبت شده است گفت که طالبان روزمره با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روی تشکیل حکومت جدید مذاکره می کنند. عباس استانیزه خلقی شناخته شده حکومت به رهبری اشرف غنی روی یگان مانی صلح در کشور خواند و گفت که اشرف غنی در صدد تمدید قدرت خود است. با گفته او به هیئت مذاکره کننده دولت صلاحیت دادن نشده است و عملیات علیه طالبان افزایش یافته است. حکومت تاکنون به اظهارات عباس استانیزه واکنش نشان نداده، اما اشرف غنی در گذشته نسبت به تشکیل حکومت و کنارگیری از قدرت واکنش تند نشان داده است. او اخیرا گفته است که مسئولیت اساسی او انتقال قدرت به جانشین منتخبش بر اساس اراده مردم است. ارگ ریاست جمهوری تاکنون درباره سخنان شیر عباس استانیزه واکنش نشان نداده است، اما شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات عباس استانیزه گفته است که صلاحیت و زمان کار رئیس جمهور غنی را قانون اساسی مشخص کرده است. عباس استانیزه آدرس کدام استخبارات خارجی سخن میزند؟ روز گذشته نیست نوار صوتی از محمد امین احمدی عضو مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان در صفحات اجتماعی دست به دست شد که در آن آقای احمدی گفته بود که صلح بدون دولت موقت ممکن نیست. جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوبت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ما تاکنون هم تلاش داریم به یک توافق برسیم، طالبان به وعده‌های خود عمل نکردند. او گفته است که حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا به توافقی که در 29 فوریه سال 2020 امضا شده متحد است. بر بنیاد توافقنامه آمریکا و طالبان این گروه وعده داده است تا بالای نیروهای آمریکایی حمله نکنند، خشونت‌های خود را در افغانستان کاهش دهند، رابطه‌های خود با شبکه‌های القاعده و دیگر گروه حراس افغان را پایان داده و با حکومت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم برای آتش بس و برقراری صلح شود. در این توافقنامه آمریکا نیز وعده کرده است که نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد و تا ماه می سال 2021 تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. حکومت آمریکا بارها گفته است که خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان مشروط به عملکرد طالبان به تعهداتشان است، اما اکنون وزارت دفاع آمریکا میگوید که گروه طالبان به توافق با آمریکا و قطع رابطه با القاعده عمل نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی گفته است که اگر اوضاع چنین ادامه یابد شرایط مذاکرات برای هیئت‌های مذاکره کننده دشوار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی اخیر با غنی تاکید کرده است که واشنگتن توافق صلح ایالات متحده و طالبان را بررسی خواهد کرد. در این حال حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که در صورت بررسی توافق آمریکا با طالبان باید خواستهای تیم مذاکره کننده افغانستان در نظر گرفته شود. او گفت که آمریکا با طالبان به گونه‌ای توافق کرده است که افغانستان به عنوان یک طرف این مسئله در آن حضور ندارد. کشوری که ایالات متحده آمریکا با آن موافقتنامه‌های چندین جانبه را امضا کرده و توسط جامعه جهانی به عنوان یک دولت مشروع و قانونی شناخته شده است، اما در این توافقنامه حضور ندارد. مهمترین نقص این توافق دو طرفه بودن آن هست. در صورت بازنگری یا بررسی درخواست ما نیز این است که باید این توافقنامه سه جانبه باشد. در غیر این صورت دولت افغانستان این توافقنامه را نمیپذیرد، زیرا پذیرش توافقی که حضور ندارد اجباری یا الزامی نیست. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی گفت که این گروه نمیداند ایالات متحده با ارزیابی توافقنامه دوحه چه هدف را میخواهد دنبال کند. وی گفت
اگر هدف از بررسی این باشد که مقام های جدید امریکا مفاد توافقنامه را بفهمند، مشکل ایجاد نخواهد شد. اما تاکید کرد که این توافقنامه باید با عمان صورت که است اجرا شود. بیشتر وزارت مالی امریکا نیز در گزارش گفته بود که شبکه القاعده در حال رشد و توانمند شدن در افغانستان است و نشانه مبنی بر قطع رابطه گروه طالبان با این شبکه وجود ندارد. بینندگان گرامی، برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا بکنید. تشکر میکنم از پیام هایی که ماندین به صفحه فیسبوک. از همه گی شما تشکر میکنم، لطف شما زیاد. دکتر صاحب غلام فاروق سروری، تشکر از شما. ما نیاز داریم به برنامه های طبی. خدا خدا که دکتر صاحب سهیلا عزیز با ما هستن. روزای چهارشنبه هم دکتر صاحب فرید اسد نظیمی از آلمان با ما یک جا میشن، ولی انوز هم نظر به شرایط ما نیاز به مشورهای طبی داره. هموطنان ما مثلا خانه شیشتن ها خوب اشتیاور هم هست، هر روز غذاهای اوسانه خوردن بالاخره تاثیر میکنه بالای صحت ما. مطالب سیستهی بسیار زیاد است. شما خودتون اگر مطالب را پیش خود انتخاب کنین و مثلا شمای چهارشنبه یا چهارشنبه باید ازی داریم، پنجشنبه یا سهشنبه یا دوشنبه گفتهایتان با ما در میان بگذارین، برای ما بسیار خوب است. و در غیر از او اگر بخواین ما دو مرتبه برنامه با ما داشته باشین، روزای جمعه از 6 تا 7 ما برای شما میتونیم که آماده بسازیم که تا شما برنامه هایتان تقدیم هموطنان ما کنین. جناب انصاری صاحب تشکر از اینکه پیام گذاشتین. شما همیشه بیننده بسیار خوب و دائمی هستین، دوست بسیار خوب هستین. انصاری صاحب، برنامه ما برنامه نیست که ما چیزی که میگیم به اصطلاح دروغ بگوییم مردم فریب بدیم. ما تلویزیون امید 24 یک تلویزیون تجارتی نیست. ما به اساس عشق و علاقه خود این تلویزیون راه اندازی کردیم و دوستا جمع شدن روی انگیزه است. از ما پروژه نیست تلویزیون. بعض دوستا پروژه دارن که به اساس پروژه است که از طریق تلویزیون باید من بی درآمد برشان باشه. ما فضل خداوند ما هستیم، راحت هستیم از لحاظ مسائل مالی چون قناعت دارم. ولی برنامه‌ای که ما تلاش داریم، برنامه سیاسی در تلویزیون تنها مسئولیتش به دوش ماست، چون و بیشتر دوستا برنامه های متفاوت دارن، ولی بیشتر از این جا برای برنامه های سیاسی نیست. و ما تقاضا که داریم برای از هموطنان ما که برنامه داشته باشن، برنامه ای که آموزشی باشه، تربیتی باشه، همین جوانان ما بیان تجارب خود، داشتای علمی خود با دیگرها شریک بسازن. بیان که ما از بیشتر مسائل سیاسی همی چند دقیقی که ما صحبت میکنیم به می اقتنا کنیم. بینید فکر این یک تحول شویم، یک تغییر کلی شویم، یک اندیشی نو شویم و فکر از شویم که چگونه ما جای خود برای نسل جوان خود، برای نسل جوانی که مطابق میارای امروزی آراسته هستن، با زیور علم و دانش آراسته هستن، اینا را پیش کنیم و بذاریم زمینه را برای رشد استعدادهای این جوانان نوزنین ما
تا اینا حداقل با یک حرکت همگانی یک تغییر کلی در زندگی ما بیارن. زندگی که نه در امریکا ما و شما قدر زیاد تغییر کردیم صادقانه بگویم، نه در کانادا و نه در اروپا، چون همگی جدا اندیش هستیم، همگی فقط به خود می اندیشیم، مثل که در اول برنامه ما یاد کردم. اما اگر ما واقعا بگذاریم کم کم مسائل سیاسی نه از زندگی خود دور بسازیم، روی مسائل اجتماعی و بافتای اجتماعی که به کلی از بین رفته، بافتای خانوادگی که امروز اگر از بین نرفته بسیار ضعیف شده، روی این مسائل ما اگر تکیه کنیم و همین جوانان نازنین ما که تجارب زیاد علمی دارن، تجارتی دارن، فرهنگی دارن، اینا رو ما تقاضا کنیم که پیشان، من فکر میکنم که برای بنفع همگان است. البته تقاضای ما که معمولا برنامه ها که ما از دوستا تقاضا میکنیم برنامه سیاسی، من به دیدگاهتان احترام میذارم، شما ماشاءالله بسیار فعال هستین در فیسبوک، برنامه لایف دارین، اما ما تلاش ما ایست که وسایل سیاسی را ایستا ایستا کمتر بسازیم. اما یک برنامه خود ما که سخن روز است که ما هر مسائل سیاسی که هست همون را بهش به اصطلاح قناعت کنیم و بیشتر در برنامه هایی که تغییر بیاره و ما بتانیم که شاید یک تغییر کلی باشیم، برنامه رو ما به تلویزیون میخواییم که داشته باشیم و هیچ برنامه ما چنید. ولی خب دوستا خودشان که لطف میکنن، محبت میکنن، کمک هایی که میکنن، اون مسئله جداست. اما ما برای هیچ کسی ما تقاضا نگفتیم که شما باید این مقدار پول بدین بیاین، یا برای هیچ هنرمند نگفتیم که آهنگ تانک منشر میکنیم این مقدار پول بدین، یا برای بعض اعلانات و اینا ما هیچ وقت تقاضا نکردیم، چون انگیز داشتن انگیزه مثلا فرق میکنه با داشتن پروژه. و خدایم خدا شکر گزار هستم که ما پروژه‌ای نیستیم. منتظر تماس دوست گرانقدر ما آقای داوود قیومی هستیم و پیش از اونکه اونا تشریف بیارن میریم یک گزارش بازم از استودیو 24 تقدیمتون میکنیم که در رابطه با مرگ و میر کرونا هست. بعد دوباره برمیگردیم و تا موقعیت من قیومی صاحب تشریف میارن و گزارشات جالبتر می سادیم با حضور آقای قیومی با موشین. در 24 ساعت گذشته 1837 بیمار جدید در آنتاریو تشخیص و ثبت شدند. در این حال در امین مدت 2900 بیمار نیز دوباره صحت خود را باز یافتند. بیشترین بیماران باز هم در تورنتو 595 تن، پیل 295 نفر و یورک 170 نفر به ثبت رسیده است. در شبان روز گذشته 58 بیمار کرونایی در آنتاریو نیز وفات نمودند. با ثبت 4894 بیمار جدید تعداد مبتلایان به ویروس در کانادا به 765710 تن افزایش یافت. از این رقم 688872 تن دوباره صحت خود را بازیافتند و همینطور با مرگ 146 تن در شبان روز گذشته تلفات در کانادا به 19647 تن رسید. در امریکا تعداد مبتلایان به کرونا به 26,364,272 تن افزایش یافت. از این رقم 16,073,346 تن دوباره صحتمند شده و 444,330 نفر هم جانهای خود از دست دادند. در جهان تا نیمه امروز جمعه 29 جنوری تعداد مبتلایان به کرونا به 102,003,1414 تن افزایش یافت. از این میان 74,063,077 تن دوباره شفا یافتن و 2,205,612 تن نیز وفات نمودن. دور از تمام امراض خاصتا کرونا باشید. حمایت شده توسط سلیم کاربن فارم. This coronavirus disease or COVID-19 news is brought to you by Sabor Papalzai. با گزارش 8 صبح کابل با ثبت 69 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور، شمار کل مبتلایان به کرونا بر اساس آمار رسمی از مرز 55,000 تن گذشته است. وزارت صحت عام امروز جمعه
با نشر آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در شبانه روز گذشته یک بیمار کرونایی در کابل درگذشته است و 23 بیمار دیگر بهبود یافتند. در شبان روز گذشته 1790 نمونه مشکوک به کرونا آزمایش شده است. با ثبت ارقام جدید شمار کل مبتلایان به کرونا در کشور به 55008 نفر رسید. از این میان 2400 تن جان باخته و 47606 تن دوباره صحت خود را بازیافتند. در حال حاضر 5002 بیمار کرونایی در کشور فعال هستند. وزارت صحت عام از آغاز تا کنون 248112 نمونه مشکوک به کرونا را بررسی کرده است. هرچند آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا را در کشور بیش از 55000 تن شمارش می‌دهند، اما سروی که در جریان شیوع موج اول ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عام انجام شده آکی از ابتلای قریب به 10 میلیون نفر به ویروس کرونا می‌باشد.